سلام، اینجا پلاتو و ما با کلی خبر جدید همراه شما هستیم. خبر امروز در مورد توهین بهاره رهنما به لور هاست که با واکنش تندی از طرف سلبریتی ها و به خصوص پویان مختاری مواجه شد. اما قبلش اگر دوست دارید از جدیدترین اخبار هنرمندان و بازیگران ایرانی مطلع بشید، ما رو سابسکرایب کنید و اگر این زنگوله رو بزنید اولین نفری خواهید بود که از اخبار روز سلبریتی ها آگاه میشید. از شما هم که با لایک و کامنت هاتون ما رو حمایت میکنین بسیار سپاسگزاریم. در آخرین قسمت از برنامه شام ایرانی صحبت‌هایی از طرف بهار رهنما مطرح شد که خیلی جنجال برانگیز بود. در این قسمت که به میزبانی خانم رهنما پخش شد، اون در بخشی از صحبت‌هاش درباره دختران ایرانی گفت: دختران ایرانی سر و وضعشون مثل نیکول کیدمن و طرز فکرشون لور. با انتشار این صحبت‌های بهاره در فضای مجازی موجی از اعتراض و واکنش‌ها به راه افتاد و خیلی از سلبریتی‌ها نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن. بعد از حمله تند خیلی از کاربران فضای مجازی به بهاره رهنما، او مجبور شد نسبت به توجیه این اتفاق و حرفاش واکنش نشون بده و چندین بار فیلم و استوری‌های مختلفی منتشر کرد که یا توجیه بود یا عذرخواهی. بهاره در ابتدا این استوری رو منتشر کرد که فیلمی از صحبت‌های خودش به زبان لوری بود و از علاقش به لورها صحبت کرد و در پایان برای توجیه این موضوع که اون نیت بدی از این حرفا نداشته گفت اصلا حضورش در این برنامه برای حمایت از یک خانم لور بوده. اگر دقت کنین، علت حضور من در شام ایرانی حمایت از یک بانوی لور بود. ممنونم. اما توجیه بهاره رهنما زمانی جنجالی تر شد که این استوری رو منتشر کرد. اون در این استوری که فیلمی از مصاحبهش در همین مورد بود نوشت: هرچی توضیح دادم و حتی برای کار نکرده عذرخواهی کردم بیفایده بود. من، همسرم و دخترم همگی تهدید به قتل شدیم و به زودی مدارک و مستندات رو منتشر خواهم کرد. از دیروز عده‌ای با اسم و ایمیل واقعی در اینستاگرام مشخصاً به قصد آدمربایی و قتل اشاره کردن. همه این شواهد نزد وکیل محترم من موجوده و در صورت لزوم منتشر خواهد شد. ولی عجیبتر از این خبر تهدید به قتل بهاره رهنما توجیهی بود که اون در این مصاحبه اعلام کرد. اون توضیح داد که اصلا تمایلی به حواشی نداره و این جمله که در مورد لورها گفته صرفا مقایسه یک فیلم قدیمی ایران به نام دختر لور به عنوان اولین فیلم ناطق ایرانی با فیلم‌های روز دنیا که نیکول کیدمن در اون بازی می‌کنه برای مقایسه بین طرز تفکر سنتی و طرز تفکر نو هست. واقعا خودم هم از وقت پرداختن به حواشی ندارم، یعنی من تا بوده یا مادر بودم یا بچه داشتم یا نمیدونم درس میخوندم یا این برور داشتم کار میکردم، کلن آدمی نیستم که خودم حاشیه ای رو بسازم. ولی که من حالا میگم شایدم علت این که من یه مثال سینمایی زدم و خب خیلی اهل دیدن فیلم نیستم، شما که به هر حال دست اندرکانی میدونم فیلم دختر لور قدیمی ترین و اولین فیلم ناطق ایرانیه. من یه فیلم خیلی قدیمی و مثال زدم، مثلا اگه اسم این فیلم بود مثلا چه میدونم گردش در مثلا هاوایی، خب من اونو میگفتم. من منظورم قدیمی ترین فیلم ایرانی بود به عنوان طرز فکر و جدیدترین فیلم های روز که مثلا نیکول کیدمن و مثلا بازیگرای روز بازی میکنن. تفاوت زمانی دو تا فیلمو من مثلا بعد هم در ادامه ماجرای تهدید به قتل و مزاحمتی که برای خانوادش ایجاد شده رو توضیح میده و اشاره میکنه که همه این اتفاقات به خاطر حمایت از یک زن لور بوده که دچار سوختگی شده. به زمانی که ما یه جشنواره‌ای برای حمایت از زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست در واقع راه انداخته بودیم که خیلی مشخص و شفاف هم همونجا جلوی دوربین جایزه ها رو پرداخت کرد و جالبه که تو شام ایرانی هم برنده در واقع اون جایزه ای که برده میشه و حالا من گفتم که من از خانم حمایت کردم، مثلا شرکت هم تو شام ایرانی برای حمایت از ایشون، یه خانم لور هستن که دچار آسیب دیدگی سوختگی شدید شدن که به هر حال توی دعوا و مشاجره خانوادگی به دلیل اسید پاشی، درسته؟ اسید و بنزین با هم دیگه مشاجره خانوادگی. عجب. توی فیلم مشخصه توی شام ایرانی اصالت همه جا حرف خودشو میزنه. این آدمایی که این چند روز اومدن به مادر من، به مادر همسرم، به دختر 20 ساله من، خب من مامانم یکم مریض احواله، به هر حال همه خانواده ها مسائل خودشونو دارن،
اینا اومدن و فحاشی و توهین و تهدید و حتی تهدید به قتل و خیلی چیزای عجیب غریب انجام دادن. از افرادی که میشد انتظار داشت به این موضوع واکنش تندی نشون بدن پویان مختاریه که بارها و بارها اعلام کرده بود با افتخار به قوم لور تعلق و تعصب خاصی داره. پویان مختاری این استوری رو منتشر کرد که خطاب به خود بهار رهنما بود و نوشت: خانم راهنما، به جای توضیحات اضافی بهتر هرچی سریعتر اشتباه خودتو بپذیری و از ملت شریف لور معذرت خواهی کنی. حالا با توجه به عرق و تعصب پویان مختاری که به لورها داره، احتمالاً میشه در آینده نزدیک واکنش تندتری رو از اون شاهد باشیم و در صورتی که رهنما به همین توجیه‌های غیر منطقی خودش ادامه بده، احتمالاً پویان هم که در حمله‌های تند به سلبریتی‌ها سابقه زیادی داره، واکنش تندتری نسبت به این موضوع از خودش نشون بده. اما علاوه بر پویان، فریبرز عربنیا هم نسبت به این موضوع واکنش نشون داد و این پست رو منتشر کرد و نوشت: گفته شده که واژه‌ها تا زمانی که بر زبان جاری نشده باشند اسیر انسان هستند، اما آنگاه که بر زبان آیند انسان اسیرشان می‌گردد. گروه پرشمار هنرمندان را همچون دیگر گروه‌های هر جامعه با رفتار یا گفته‌های یک یا چند نفر از آن گروه نمی‌توان و نباید ارزیابی و ارزش‌گذاری کرد. با این حال من به عنوان کسی که در نگاه مردم کشورم از گروه هنرمندان به شمار می‌آیم، با تمام وجود از همه شیرزنان و غیورمردان لور دلجویی کرده، از آنان و تمام اقوام و فرهنگ‌های چنگانه و رنگین کمانی ایران عزیز و از رشادت‌ها و دلیری‌هایشان که همواره مایه دوام و پایندگی میهن و تاریخ ما ایرانیان بوده، به جان قدردان و سپاسگزارم و بر خود می‌بالم که با ایشان از یک کشور و یک ریشه هستم. باشد که آن دسته از همکارانم که به هنگام دهان باز کردن کم می‌اندیشند و پر می‌گویند، با پوزش خواستن از هم‌میهنان عزیز لور خطای خیش را گردن بگیرند و آزردگی بیشتر مردم شرافتمندمان را در این وانفسای رنج و درد سبب نشوند. با مهر و احترام، عربنیا. اما از بین سلبریتی ها، آزیتا ترکاشوند مردم لور رو به بخشیدن بهاره رهنما دعوت کرد و از اونها خواست که عذرخواهی بهاره رو بپذیرن. اون این پست رو منتشر کرد و نوشت: من فکر میکنم با توجه به اینکه خانم رهنما بارها عذرخواهی کرده و ایشون این ویدیو رو با عشق به لور زبانها و مردم خوب لورستان تقدیم کردن، به سوی تفاهمی که پیش اومده، اگر با آرامش بیشتر و فتووت و گذشت و مهر به موضوع نگاه کنیم، در مرام ما لورها همیشه بوده و هست که اگر کسی عذرخواهی کنه، ما هم با روی باز ببخشیم. ایشون اگر در برنامه شرکت کردن، تنها برای حمایت خانومی بوده که اتفاقا ایشون هم لور بودن. خود بنده چندین خانواده بدسرپرست از همشهری ها رو معرفی کردم و خانم رهنما دلسوزانه حمایت کردن. من از مردم خوب لرستان و هم ایل و تبارم خواهش میکنم که این مسئله رو فراموش کرده و مثل همیشه جوامردی و غیرت و اصالت و بخشش رو اعلام کنن. توهین و فحاشی رو ایمان دارم که یک لور ناموس پرست هرگز انجام نخواهد داد.